صبح روز یکشنبه 24 سپتامبر 2023 فضاپیمای اوسایرس رکس ناسا از اعماق فضا یه سوغاتی خیلی مهم برای ما آورد. 250 گرم از خاک و سنگ سیارک بنو. از این نمونه فضایی بک رو دست نخورده میتونیم اطلاعاتی به دست بیاریم در مورد اینکه سامانه خورشیدی و سیاراتش چطور تشکیل شدن، آب روی زمین از کجا اومده، زندگی چطور تشکیل شده و اینکه چقدر احتمال داره این سیارک‌ها در آینده به زمین برخورد کنن و همه چیز نابود بشه. این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. فضاپیمای اوسایرس یا اوزیریس 8 سپتامبر 2016 از ایستگاه فضایی یه موشک اطلس 5 پرتاب شد. هدفش رسیدن به سیارک بنو بود. یکی از اعضای گروه آپولو که از تعداد زیادی سیارک‌های نزدیک به زمین تشکیل شده. عرض بنو فقط حدود 500 متره. روی یه مدار بیضوی دور خورشید میچرخه که کمترین فاصلش از خورشید 135 میلیون کیلومتره، بیشترین فاصلش هم 200 میلیون کیلومتر. اسم این ماموریت از ترکیب حروف اول کلماتی ساخته شده که وظایفش رو اعلام میکنن. یعنی بررسی منشأ زندگی و آب روی زمین، جمع‌آوری سنگ و خاک از سطح سیارک، بررسی احتمال برخوردش با زمین، به اضافه موارد دیگه. این فضاپیما یک سال تو مدار زمین حضور داشت، بعدش از گرانش زمین استفاده کرد برای شتاب گرفتن به سمت هدفش. 15 ماه بعد رسید به سیارک بنو و شروع کرد به بررسی و نقشه‌برداری از زاویه‌های مختلف. با تصاویری که قبلاً توسط تلسکوپ‌ها از این سیارک تهیه کرده بودیم، فکر می‌کردیم سطحش تقریباً صافه. اما وقتی اوسایرس بهش نزدیک شد و عکس گرفت، متوجه شدیم صخره‌های بزرگی سر تا سر این سیارک رو پوشوندن. این باعث میشد پیدا کردن یه نقطه مناسب برای فرود خیلی سخت باشه. برای همین این فرایند حدود 2 سال ادامه داشت تا ماموریت 1 میلیارد دلاری اوسایرس به خطر نیفته. بالاخره اکتبر 2020 محل مناسب رو پیدا کرد. روش نمونه برداریش هم خیلی جالب بود. برای این کار از یه ابزاری شبیه پوگو استفاده کرد. با فرود فضاپیما این ابزار به سطح سیارک ضربه زد و از لبه‌هاش گاز نیتروژن آزاد شد که باعث شد سنگریزه و غبار زیادی تو فضا پخش بشه. همین گاز نیتروژن سنگریزه‌ها رو هدایت کرد به سمت یه فیلتر رو اونجا جمعشون کرد. بعد از تموم شدن عمل نمونه برداری، موتورهاش رو روشن کرد و از سطح سیارک فاصله گرفت. در نهایت این نمونه ها رو داخل کپسول محافظ قرار داد و حرکت کرد به سمت زمین. نکته جالبی که تو این عملیات باهاش روبرو شدن این بود که ابزار نمونه برداری بیشتر از مقداری که انتظار داشتن داخل سیارک فرو رفت. این نشون داد که سیارک نرمتر از چیزیه که فکر می کردیم. یعنی در واقع بیشتر شبیه یه توده ای از خاک و سنگ که فقط توسط نیروی گرانش کنار هم نگه داشته شدن. دو سال و 4 ماه بعد فضاپیما به زمین رسید. آخرین مرحله این بود که کپسولی که حاوی نمونه ها بود رو رها بکنه تا به سطح زمین برسه. سرعت این کپسول موقع سقوط به حدود 43 هزار کیلومتر بر ساعت رسید. استکاک هوا باعث شد دماش تا 2900 درجه بالا بره که اگه سپر حرارتی قدرتمندش نبود قطعاً میسوخت و از بین میرفت. با باز شدن چترها سرعتش کم شد و در نهایت حدود 4 ساعت بعد از رها شدن از فضاپیما داخل بیابونهای یوتا فرود اومد. نیم ساعت بعد هم با هلیکوپتر رفتن سراغش و منتقلش کردن به اتاق تمیز موقت تو همون منطقه تا بعدن ببرنش به مرکز فضایی جانسون. اونجا گذاشتنش داخل یکی از این محفظه های ایزوله و درش رو برای اولین بار باز کردن.
از این 250 گرم سنگ و خاک یه بخش کوچیکش داده میشه به آژانس‌های فضایی و مؤسسات و دانشگاه‌های کشورهای مختلف دنیا تا حسابی روش آزمایش کنن. اما 75% ذخیره میشه برای آینده، چون در آینده ممکنه ابزارهای پیشرفته‌ای برای بررسی این مواد به دست بیاریم که الان هیچ درکی ازشون نداریم. با اینکه فضاپیمای اوسایرس محموله‌شو به ما تحویل داده، اما مأموریتش هنوز تموم نشده. قراره به سمت یه سیارک دیگه حرکت کنه به نام آپوفیس تا از نزدیک بررسیش کنه. هرچند دیگه خبری از جمع‌آوری نمونه از سطح این سیارک نیست. اسم مأموریتش هم از اوسایرس رکس تغییر کرده به اوسایرس ایپکس. البته اینم باید بگم که این اولین باری نبوده که نمونه‌هایی از یه سیارک رو به زمین آوردیم. سال 2010 آژانس فضایی ژاپن، ژاکسا، توی مأموریتی به نام هایابوسا تونست 1 گرم خاک از سیارک ایتوکاوا به زمین بیاره. سال 2019 هم مأموریت هایابوسای 2 رو انجام داد که نتیجه شد به دست آوردن چند گرم از سیارک ریوگو. پس اوسایرس برای آمریکایی‌ها اولین مأموریت نمونه برداری محسوب میشه، چون قبلاً ژاپنی‌ها انجامش دادن. هرچند تمام این پروژه‌ها در واقع بین‌المللی محسوب میشن، چون کشورهای مختلف همکاری داشتن. به هر حال اوسایرس از نظر مقدار نمونه‌ای که به ما داده تا الان بزرگترین مأموریت بوده. خب حالا میرسیم به این سوال مهم. چرا باید این همه هزینه و زمان صرف کنیم برای آوردن یه مقدار سنگ و خاک از یه سیارک؟ اگه زمین رو شبیه خونه خودمون فرض کنیم، سامانه خورشیدی یا همون منظومه شمسی میشه محله ما، کهکشان راه شیری هم میشه شهر ما. با اینکه با ابزارهایی مثل تلسکوپ جیمز وب داریم به اولین کهکشانهای بعد از بیگ بنگ نزدیک میشیم، اما در مورد محله خودمون هنوز خیلی چیزا هست که نمیدونیم. تجزیه و تحلیل نور خورشید نشون میده که مقدار فلزی که داخل این ستاره هست نسبتاً زیاده. این میتونه به این معنی باشه که خورشید ما در واقع یه ستاره نسل دوم یا حتی سومه. یعنی قبلش یه ستاره دیگه وجود داشته که میلیون‌ها سال سوخته و هیدروژن و هلیوم رو تبدیل کرده به عناصر سنگین‌تری مثل فلزها، بعدش تبدیل شده به یه قول سرخ، منفجر شده، مواد خودش رو تو فضا پخش کرده و یه سحابی ایجاد کرده. این سحابی هم از حدود 4.5 میلیارد سال پیش کم کم بر اثر گرانش به هم فشرده شد و به شکل یه دیسک چرخان در اومد. دیسکی از جنس گاز و غبار، از جنس بقایای اون ستاره منفجر شده. دوباره تو مرکز همین آشوب یه ستاره جدید متولد شد که همین خورشید ماست. بقیهش هم سیارات مختلف رو ساخت، از جمله زمین خودمون. اما همه اون غبارها شانس اینو نداشتن که تبدیل به یه سیاره کامل بشن، یا به اندازه کافی بزرگ نشدن که نیروی گرانش قوی داشته باشن، یا اینکه گرانش سیارات بزرگتر باعث شد متلاشی بشن و تبدیل بشن به یه سری صخره‌های کوچیک و بزرگ که دور خورشید میچرخن. اینا رو ما الان به نام سیارک میشناسیم. ویژگی خیلی مهمی که دارن دست نخورده بودنشونه. سن زمین با سن این سیارک ها تقریبا یکیه. 4.5 میلیارد سال پیش همراه با سامانه خورشیدی تشکیل شدن. ولی تفاوتشون اینه که سطح زمین به خاطر فرسایش های مربوط به باد و آب یا موجودات زنده و موارد دیگه از زمان تشکیلش تا الان به شدت تغییر کرده. در حالی که سیارک ها از این تغییرات در امان بودن، نه اتمسفری داشتن، نه آبی روشون جریان داشته. برای همین شبیه یک کپسول زمان هستن که مواد سازنده شون از زمان تشکیل سامانه خورشیدی فرق چندانی نکرده. این دقیقاً دلیل اصلی اهمیت سیارک هاست. یعنی ما اگه بتونیم خاک و سنگ این سیارک‌ها رو آزمایش کنیم، مثل اینه که برگردیم به زمانی که سامانه خورشیدی تازه در حال تشکیل بود. اینجوری میتونیم بفهمیم که چرا به این شکل فعلی در اومده.
بررسی سیارک‌ها غیر از نحوه تشکیل سامانه خورشیدی در مورد دو تا موضوع مهم دیگه هم اطلاعات خوبی به ما میده. یکیش اینه که آب روی سطح زمین از کجا اومده، یکی هم این که زندگی چطور روی زمین ایجاد شده. در مورد آب، فعلاً معروف‌ترین ایده اینه که توسط شهاب سنگ‌ها به این سیاره اومده، اما هنوز نمیدونیم دقیقاً چطور این اتفاق افتاده. تیف سنج‌های مختلف فضاپیمای اوسایرس قبل از فرودش نشون داد که اتم‌های هیدروژن و اکسیژن که سازنده آب هستن به شکل هیدروکسیل تو تمام قسمت‌های همین سیارک بنو وجود داره. از اونجایی که اندازه بنو خیلی کوچیک‌تر از چیزیه که بتونه آب مایع داشته باشه، دانشمندا حدس می‌زنن که احتمالاً اون سیارک مادری که بنو ازش جدا شده حاوی آب بوده. حالا باید منتظر باشیم ببینیم آزمایشاتی که روی نمونه‌های ارسالی به زمین انجام میشه دقیقاً به چه نتیجه‌ای میرسن. این آزمایش‌ها میتونه با اطمینان بیشتری به ما بگه که آب روی زمین از کجا اومده. حل شدن این معما میتونه جواب سوال دوم هم به ما بده. یعنی اینکه زندگی روی زمین چطور ایجاد شده؟ چون بررسی‌های اولیه نشون داده سیارک بنو مقدار زیادی ترکیبات کربن داره. همونطور که قبلا گفتم اتم کربن به خاطر ویژگی‌های استثنائیش ستون فقرات زندگیه. کربنه که میتونه باعث تشکیل مولکول‌های خیلی بزرگی بشه که در نهایت سلول‌های زنده رو می‌سازن. پس آزمایش خاک سیارک بنو شاید بتونه جواب این سوال رو به ما بده که مولکول‌های عالی، یعنی مولکول‌هایی که داخلشون کربن وجود داره، اولین بار از کجا سر و کله‌شون روی زمین پیدا شد. چون همینا بودن که بعداً ساده‌ترین موجودات زنده رو ساختن و این موجودات هم به مرور زمان پیشرفت کردن و رسیدن به چیزی که امروز می‌بینیم. خب حالا شاید این نکته به ذهنتون برسه که به جای این همه دردسر برای آوردن خاک یه سیارک، چرا شهاب سنگایی که رو سطح زمین میافتن و برنمی‌داریم آزمایش کنیم؟ چون شهاب سنگا هم قطعاتی از سیارک‌ها هستن دیگه. شهاب سنگی که به زمین میافته دو تا مشکل بزرگ داره. یکیش اینه که موقع فرود گرمای خیلی زیادی رو تحمل کرده که باعث میشه خیلی از مواد سازندهش تغییر کنن. دومیش هم اینه که آلوده میشه به مواد داخل اتمسفر یا میکروب‌های روی زمین. پس نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آزمایش اینا نتایج خیلی دقیق و درستی به ما بده. نکته دیگه که ممکنه به ذهنتون برسه اینه که چرا از کاوشگرها استفاده نمی‌کنیم؟ کاوشگرهایی که روی سیارک‌ها فرود میان، همونجا با ابزارهاشون مواد سازنده‌شو تجزیه تحلیل می‌کنن و نتیجه آزمایشاتو می‌فرستن به زمین. مثل همون کاری که با مریخ می‌کنیم. مسئله اینه که این کاوشگرها محدودیت‌های زیادی دارن. ما تا یه وزن مشخصی میتونیم سنسورها و دستگاه‌های مختلف روشون سوار کنیم. قطعا نمیشه یه آزمایشگاه کامل رو داخل یه رباتی به اندازه خودرو جا داد. و اینکه فرود آوردن یک کاوشگر روی یک سیارک کوچیک با موانع زیاد و گرانش کم خیلی سخت‌تره نسبت به فرود آوردنش روی یک سیاره مثل مریخ. یه مشکل دیگه هم اینه که فقط تو همون بازه زمانی که مشغول کاره میتونه اطلاعات به دست بیاره. در حالی که وقتی ما نمونه‌های سیارک رو به زمین بیاریم، غیر از اینکه تو آزمایشگاه‌های بزرگ و پیشرفته میتونیم بررسیشون کنیم، یه مقداریش هم نگه می‌داریم برای آینده که ابزارهای ما پیشرفته‌تر میشن. مثل همون کاری که قراره در مورد نمونه‌های سیارک بنو انجام بشه. احتمالش خیلی زیاده که تو ماهای آینده کشفیات جدیدی داشته باشیم در مورد پیدایش سامانه خورشیدی و ایجاد زندگی روی زمین. قطعا نمیشه انتظار داشت جواب تمام سوالات ما رو بده. اما اینم مثل کارهای قبلیمون یکی از قطعات پازل رو تکمیل میکنه. پازلی که به نظر میاد هیچ انتهایی نداره. هر بار که تکمیلش میکنیم و از عقبتر بهش نگاه میکنیم، قسمت‌های جدیدی ازش ظاهر میشه که هنوز خالی مونده.